همکارم اشکان صفایی از اونجا با ما همراه میشه. اشکان، بعد از صحبت‌های خرازی که گفته بود به عمق اسرائیل هم میتونیم حمله کنیم و میتونیم بمب اتم بسازیم، صحبت‌های لاریجانی هم امروز هست، هشدار ارتش اسرائیل هست، جزئیات بیشترش هست میشن. بله، خب این هشدار رو در واقع آویف کوخوی عصر دیروز در جریان مراسم تودیع و معارفه رؤسای جد و قدیم فرماندهی پشت جبهه اسرائیل. حالا من قبل از اینکه در واقع به گفته های او بپردازم بگم که همین ساعتی پیش هم توییتر انگلیسی ارتش اسرائیل بخشی از همین صحبت های کوخوی رو، اونجایی که میگه این تعهد اخلاقی ماست، رو توییت کرد و در کنار اون هم نوشت که رژیم ایران یک تهدیدی هست برای همه ما و وظیفه ارتش اسرائیل این هست که در برابر هر تهدیدی از مردم اسرائیل دفاع کنه. اما آویف کوخوی در حرفهای دیشبش گفت که در واقع احتمال داد که گفت که ارتش اسرائیل با جدیت خودش رو برای یک حمله احتمالی به تأسیسات اتمی ایران آماده میکنه. گفت که ارتش خودش رو آماده میکنه برای زمانی که سیاستمداران اسرائیل تصمیم گرفتن و دستور حمله رو دادن آماده باشه. گفت که این آمادگی در واقع در چند حوزه مختلف هست، از تجهیزات گرفته تا مسائل اطلاعاتی و آموزش ها. تجهیزات یکیش میتونه در واقع بمب‌های سنگرشکنی باشه که اسرائیل نداره، ولی گفته میشه که اسرائیل فقط داره هم تلاش میکنه از آمریکا بخره و هم بسازه. کوخوی همچنین گفت که ارجحیت و در واقع ارجحیت داره که موضوع اتمی ایران از طریق دیپلماتیک حل بشه، اما به گفته او راه حل دیپلماتیک در بسیاری از مواقع شکست میخوره و در خیلی از مواقع هم در واقع موفقیتش کوتاه مدت هست. گفت که ارتش اسرائیل برای خودش برای دو سناریو آماده میشه، یکی این که گفتگوها به طور کلی شکست بخوره، گفتگوهای اتمی، یکی همین که گفتگوها به یک قراردادی مانند برجام که به گفته او قرارداد بدی هست منجر بشه و در واقع اجازه بده به ایران که در بعد از تاریخ مصرف برجام که تموم شد بتونه دوباره با سرعت به سوی سلاح اتمی بره. اشکان صفایی همکارم از اورشلیم، ممنونم از تو.